هیچ فرصتی برای نوری مالکی نمی‌بینیم و هرچه که او دارد حمایت و پشتیبانی رژیم ایران است و او از هیچ پشتیبانی بین المللی و مردم عراق برخوردار نیست. دکتر صالح مطلق از رهبران العراقیه در گفتگو با تلویزیون الجزیره درباره اسناد افشا شده توسط ویکی‌لیکس و نقش دولت مالکی در جنایات صورت گرفته در عراق گفت: تا زمانی که این دولت هست هیچ تغییری نخواهد بود. وقتی این دولت تغییر کند آن وقت است که جنایاتی که گزارش شده با یک ضریب بسیار بالا افشا خواهد شد. دکتر صالح مطلق در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا مردم عراق آزادانه نمیتوانند بگویند در کشورشان چه میگذرد گفت: اگر بگویند به زندان خواهند افتاد. بسیاری را من شخصا دیدم که چون هیچ کاری نکرده بودند از زندان آزاد شدند، ولی به فجیع ترین وجه شکنجه شده بودند. دکتر صالح مطلق در مورد دخالت‌های رژیم ایران و ممانعت دیکتاتوری آخوندی از استقرار یک دولت ملی در عراق تأکید کرد: انتخابات انجام شد و العراقیه بیشترین رأی را آورد و به طور قانونی باید دولت را تشکیل بدهد، ولی رژیم ایران ایستاده است و راه را برای العراقیه برای تشکیل دولت بسته است. مالکی می‌خواهد در این پست بماند تا جنایاتش را بپوشاند. این جنایات تا زمانی که این دولت برکنار نشود افشا نخواهد شد و یک دولت عادل و غیر فرقه‌ای باید در عراق بر سر کار بیاید و به مردم نشان دهد که زندگیشان در دموکراسی چگونه میتواند تغییر کند. ولی اکنون هیچ دموکراسی واقعی در عراق نیست، زیرا رژیم ایران تا این حد در این کشور دخالت میکند و جهان چشم خود را به آنچه در عراق میگذرد بسته است. دکتر طارق الهاشمی نایب رئیس جمهور عراق و از رهبران العراقیه از جامعه جهانی خواست که در قبال اسناد و مدارک فاش شده درباره جنایات صورت گرفته در عراق مسئولیت اخلاقی بپذیرند. وی تاکید نمود تجاوزات صورت گرفته و افشا شده همچنان ادامه دارد. در همین رابطه نماینده سازمان ملل در عراق خواستار یک گفتگوی باز و شفاف در این کشور حول اسناد افشا شده پیرامون جنایت‌های تکان‌دهنده در عراق شد. ادمیل کرد نماینده ملل متحد به تلویزیون الحره تاکید کرد که این اسناد مربوط به حقوق بشر در عراق است و تقویت آن چه در حال حاضر چه در آینده به سود همه مردم عراق است. از سوی دیگر دولت نوری مالکی زیر فشار افتضاح ناشی از افشای بخشی از خونریزی‌ها و تبهکاری‌های خود اعلام کرد کمیته‌ای به ریاست وزیر دادگستری برای تحقیق حول این اسناد تشکیل می‌شود. در همشکستگی مالکی در صحنه سیاسی عراق در اثر ضربه مهلک افشای اسناد جنایت‌هایش توسط ویکی‌لیکس، کنفرانس مطبوعاتی العراقیه و بیانیه فراخوان به محاکمه مالکی، موضع‌گیری های لرزان و ضعیف رژیم و مالکی در برابر ضربه مهلک افشای اسناد تأثیرات جدی در صحنه سیاسی عراق به وجود آورده است. گزارشی از این تحولات.